سلام مهمان امروزه برنامه ما شکفر احمدی همکارم از بخش افغانی رادیو آزادی است شکفر به برنامه ما خوش آمدی تشکر. گزارش های هست که در افغانستان سازمانی دولت اسلامی گویا فعال شده است تا کجا این گزارش ها واقعیت دارند مقامات افغانستان در این باره چی میگویند خب مقامات افغان در مورد آنچه حضور افراد مسله گروه تنرو دولت اسلامی در افغانستان خوانده میشه سخنهای زد و نقیز ابراز میکنن وزارت داخلی افغانستان به طور رسمی حضور افراد گروه دولت اسلامی در افغانستان را تایید نمیکنه صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که برخی از افراد که از گروه تنرو طالبا جدا شدن و تغییر نام دادن اینا پیوستن با افراد گروه دولت اسلامی و در تلاش هستند تا بیعت بکنند اما از طرف دیگه جنرال مراد علی مراد قماندان نیروهای زمینی وزارت دفاع ملی افغانستان چند روز پیش در ولایت بلخ اعلام کرد که افراد گروه تنرب دولت اسلامی در بعض از مناطق افغانستان از جمله ولایت هلمند حضور پیدا کردند و در بعض موارد با طالبا درگیر شدند اما مقام های ولایت هلمند این ادعاها را تایید نمی کنند و نمی پذیرند که گویا افراد دولت اسلامی در هلمند حضور دارند اما ما در صحبتی که با تعدادی از بزرگای قومی هلمند داشتیم اینا گفتند که حداقل در یکی از ولسوالی ها به نام کجکی افراد با بیرق های سیارنگ دیده شدند و در چندین مورد با طالبا هم برخورد کردند و از خودی دولتی اسلامی از خودی گروه دولت اسلامی هیچ یکی از افرادی اون یا نماینده اون راجع به حضوری افراد این گروه در افغانستان چیزی گفتند؟ در تازه ترین مورد بروز دو شنبه یک سخنگوی گروه دولت اسلامی در از آغاز فعالیت افرادی گروه در افغانستان و پاکستان خبر داد و این ای کسی که خودش از سخنگوی گروه دولت اسلامی معرفی کرده گفت که افراد از این گروه تحت رهبری حافظ سعید خان در منطقه فعالیت میکنند و این زمان تبریخ خودتم گفتی در افغانستان طالبان فعال هستند نظر این گروه نسبت به افغانستان چی هست؟ یا گزارش هایم بود که بین دو طرف برخوردهایی بوده و سبب این برخورد ها چی هست؟ به طور رسمی طالبای مسلط در مورد آنچه حضور گروه تون رو به دولت اسلامی در افغانستان خوانده میشه تا جایی که من خبر دارم تبصره نکردن اما شماری از چهره های سابق رژیم طالبا از جمله مولوی متوکل وزیر خارجه رژیم طالبا گفته که اصلا در افغانستان جای پای برای افراد گروه دولت اسلامی وجود نداره و قسمی خود اشاره کردیم و ما پیشتر هم گفتم در چندین مورد درگیری بین دو طرف صورت گرفته اینجا دو دلیل گفته میشه یکی که گفته میشه که کسایی که خودشان را افراد گروه دولت اسلامی معرفی میکنند در تلاش هستند تا طالبان تشویق کنند که به رهبر گروه دولت اسلامی بیعت بکنن و از طرف دیگه اینا در تلاش هستند که بیرق سیارنگ گروه دولت اسلامی را جایگزین بیرق سفیدرنگ رنگ طالبا در مناطق بسازند که در حال حاضر تحت کنترل طالباست. است. تشکر همکارم شکفر احمدی از رادیو افغانستانی آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر جد. تشکر.